به نام خدا. دکتر حسن پور هستم، عضو هیئت علمی گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. در این جلسه از بافت‌شناسی عملی به بررسی آسیفیکیشن یا استخوان‌سازی خواهیم پرداخت. همونطور که اطلاع دارید، آسیفیکیشن یا استخوان‌سازی به دو شیوه رخ میده. یکی استخوان‌سازی داخل غشایی یا اینترامبرینوس آسیفیکیشن و دیگری استخوان‌سازی داخل عضروفی یا اینتراکارتیلیجینس آسیفیکیشن. بنابراین در این جلسه ما به بررسی دو اسلاید خواهیم پرداخت که هر دوی این اسلایدها از جنین تهیه شدند. یکی اسلاید مربوط به سر جنین یا فتس هد و دیگری مربوط به پای جنین یا فتس فوت. اولین اسلایدی که دارید مشاهده می‌کنید و در واقع ما داریم به صورت ماکروسکوپی به اون نگاه می‌کنیم مربوط به پای جنین هست. من این اسلاید رو کمی تکون میدم. در جلو انگشتان پای جنین رو دارید می‌بینید، بعد استخوان‌های یا بگیم که قالب استخوانی مربوط به کف پای جنین هست و بعد قالب های قزروفی که مربوط میشن به مچ پای جنین و در بالا هم که استخوان های ساق پا رو دارید میبینید. پس در طی فرایند استخوان سازی داخل قزروفی، در ابتدا قالب های قزروفی از جنس هایلین کارتیلج یا قزروف شفاف رو خواهیم داشت که کم کم و به مرور فرایند استخوان سازی در داخل این قالب های قزروفی شروع خواهد شد. در خارج این قالب ها هم که میبینید که عضلات و پوست در اطراف پای جنین در حال شکل گیری هست. من اسلاید رو به زیر لنز 40 میبرم تا با بزرگنمایی بیشتر بتونیم فرآیند استخوانسازی داخل قزروفی رو بررسی کنیم. از سمت بیرون اگر بخوام بیام، اینجا جایی هست که مچ پای جنین هست و بعد قسمتی هست که دارید میبینید که فرآیند استخوان‌سازی اینجا داره شروع میشه. خب این ناحیه جایی هست که ما میتونیم فرآیند اینتراکارتیلیجینس آسیفیکیشن یا استخوان‌سازی داخل قزروفی رو به خوبی مشاهده کنیم. همونطور که مشاهده میکنید، از سطح جایی هست که در واقع قزروف هایالین یا قزروف شفاف قرار گرفته. بر روی این قسمت من بزرگنمایی رو بیشتر می‌کنم. فوکس میکروسکوپ رو تنظیم می‌کنم و الان با لنز 10 یا بزرگنمایی 100 می‌تونیم خیلی قشنگ لاکوناها و حضور کندرو بلاس و کندرو سایت ها رو در داخل اونها ببینیم. این ناحیه که ساختارش کاملا شبیه ساختاری قزروف نرمال هست رو تحت عنوان رستینگ زون یا ناحیه استراحت میشناسیم و این قسمت جزو اولین منطقه از 5 منطقه آسیفیکیشن نامگذاری میشه. پس اولین منطقه رستینگ زون یا ناحیه استراحت هست که در اینجا کندروبلاست ها رو داریم. بعد از اون مشاهده میکنید که سلول های قزروفی به صورت ردیف های منظمی در کنار هم به شکل تناپایی قرار می گیرن. این ناحیه همونطور که مشاهده می کنید تعداد سلول ها هم افزایش پیدا کرده. یعنی سلول ها هم تقسیم می شن، هم تکثیر می شن و هم به صورت ساختارهای منظم پشت سر هم قرار می گیرن. بنابراین به این منطقه اصطلاحاً ناحیه پولیریفریشن زون یا ناحیه تکثیری میگیم. پس ناحیه بعدی بعد از ناحیه رستینگ زون ناحیه پولیریفریشن زون هست که در اینجا سلول های قزروفی تکثیر شدن و تعداد اونها افزایش پیدا کرد. اما هرچه به سمت ناحیه استخوانی شدن پیش بریم، میبینیم که سلول های قزروفی دارن بزرگ و بزرگتر میشن و در داخل اونها ما تجمعات گلایکوژن رو داریم و سلول ها کاملا هایپرتروف شدن. بنابراین این ناحیه که سلول ها کاملا بزرگ و هایپرتروف هستن رو تحت عنوان هایپرتروفیک زون
میشناسیم. پس این ناحیه ناحیه هایپرتروفیک زون هست. خب در ناحیه هایپرتروفیک ما کم کم مشاهده میکنیم که سلول ها دچار دیجنریشن دارن میشن، سلول های کندروبلاستی یا کندروسایتی، و دچار مرگ میشن و در مقابل سلول های استخوانی یا استوبلاست ها قرار بیان و جایگزین اونها بشن. بنابراین ناحیه بعدی که اینجا داریم جایی هست که سلول ها در حال دیجنره شدن هستند و کم کم ماتریکس استخوانی اینجا داره شکل میگیره، رو اصطلاحاً بهش دیجنراتیو زون یا کلسیفاید زون ازش نام میبریم. پس جایی که ماتریکس رو میبینید که تغییر رنگ داده نسبت به ماتریکسی که قبلا داشتیم که مربوط به ناحیه غضروف بود، ماتریکس پررنگ تر شده، در اینجا مواد معدنی دارن رسوب میکنن، بنابراین این قسمت تحت عنوان کلسیفاینگ زون یا ناحیه کلسیف شده یا دیجنریتینگ زون، ناحیه دیجنره شده که مربوط به دیجنریشن سلول های غضروفی هست، رو دارید مشاهده میکنید. بعد از این ناحیه ما میبینیم که سلول های استوبلاستی و سلول هایی که مربوط به استخوانسازی هستن به شکل در واقع ساختار های سلول های مکعبی شکلی بر روی این اسپکیول ها یا تیغک های استخوانی دارن قرار میگیرن و فرند استخوانسازی رو دارن تکمیل میکنن. من اینجا بزرگ نمایی رو تغییرش ببخشید فوکس رو بهتر میکنم و شما میتونید که اسپکیولار ها رو ببینید که دور تا دور این اسپکیول یا تیغک های استخوانی سلول های استوبلاستی حضور دارن که این ناحیه رو تحت عنوان آسیفیکیشن زون یا ناحیه استخوانسازی ازش نام میبریم. بین ناحیه آسیفیکیشن زون مقدار زیادی سلول های رده های خونی رو دارید میبینید که مربوط میشن به بون مرو یا مغز استخوان که فرآیند خونسازی هم همینجا داره اتفاق میفته. بنابراین این نواحی سلولای مختلف رده خونی هستن، بون مرو هست، اینجا جایی هست که تحت عنوان آسیفیکیشن زون ازش نام میبریم، منطقه ای که سلول های استوبل از حضور دارن و استخوانسازی داره اتفاق میفته. ناحیه بعد از اون جایی که کم کم ماتریکس ما داره کلسیف میشه رو تحت عنوان کلسیفاید زون ازش نام میبریم. در ناحیه کلسیفاید زون مشاهده میکنید که سلول های غضروفی دیجنره شدن، بنابراین اسم دیگه این ناحیه تحت عنوان دیجنراتیو زون شناخته میشه. و بعد هم که ما سلول های کندروبلاستی رو داشتیم که کاملا هایپرتروف شده بودن، این ناحیه هایپرتروفیک زون بود و جایی که سلول های غضروفی به صورت تناب های منظم شده بودن و در حال تکثیر بودن رو تحت عنوان پولی ریفرشن زون شناختیم و در نهایت هم که جایی بود که ساختاری کاملا شبیه به غضروف هایالین داشت که تحت عنوان رستینگ زون ازش یاد کردیم. و به این ترتیب ما پنج منطقه غضروف، ما پنج منطقه استخوان سازی داخل غضروفی رو با هم دیگه مرور کردیم. بزرگنمایی رو من کاهش میدم، با بزرگنمایی 4 مجددن به ساختار پای جنین نگاه میکنم. مشاهده میکنید که بین یک قالب استخوانی و قالب دیگه استخوانی جایی هست که در واقع مفصل حضور داره. اینجا مفصل ساینوویال رو دارید میبینید. میدونیم که مفاصل ساینوویال به این نحو هستن که از سطح، حالا بگیم خارج، روی استخوان ما یک پوشش غضروفی خواهیم داشت در دو طرف و بعد بر روی این پوشش غضروفی یک قشای ساینوویال یا ساینوویال ممبرین رو خواهیم داشت. مجدداً در سمت مقابل ناحیه دیگه ای از آسیفیکیشن رو دارید میبینید در داخل یکی دیگه از استخوان‌ها و من باز حرکت میکنم. این طرف به سمت انگشت جنین هست. میام به سمت ناحیه ساق
و اینجا باز مشاهده میکنید که بین دو تا قالب قزروفی که قرار استخوانی بشه مفاصل ساینوویال حضور دارن. اینجا فضای مفصلی هست یا در واقع بگیم که ساینوویال اسپیس و ساینوویال ممبرین رو میبینید که کشیده شده به سمت داخل. مجددا اینجا یه دونه دیگه مفصل رو دارید میبینید و اینجا باز یکی دیگه از مناطق استخوان‌سازی رو مشاهده میکنید. خب اسلاید بعدی که خدمتون میذارم مربوط به سر جنین هست و در داخل اون استخوان‌سازی داخل قشایی رو با هم مرور میکنیم. مجدداً من این اسلاید رو هم به صورت گروس یا مکروسکوپی به شما نشون میدم. میبینید که در وسط جایی هست که حباب های مغزی در حال شکل گرفتن هستند. بافت مغز اینجا و در این وسط و این طرف در حال شکل گیری هست. فضاهای بطن رو مشاهده میکنید، اما بر روی این حباب مغزی یا جایی که بافت مغز در حال شکل گیری هست، منطقه‌ای که در خارج هست جایی هست که استخوان کرانیوم یا استخوان جمجمه در حال شکل گیری هست. پس بافت هدف ما در این اسلاید این نواحی خارجی هست، جایی که استخوان سازی داخل قشایی در حال رخ دادن هست. من اسلاید رو زیر میکروسکوپ میذارم تا با بزرگنمایی بیشتر این نواحی رو با هم مشاهده کنیم. خب با بزرگنمایی 40 یا لنز 4 به اسلاید نگاه میکنیم. در بین لایه اکتودرم سطحی که پوست و اجزای وابسته به اون و عضلات رو خواهد ساخت و اکتودرم عصبی که اکتودرم عمقی هست و بافت مغز رو میسازه، ما در این وسط ساختارهایی رو داریم که مربوط میشه به ناحیه‌ای که قرار هست کرانیال بون یا استخوان جمجمه آینده رو برامون بسازه. خب در این ناحیه تیغه های استخوانی رو مشاهده میکنیم که این تیغه های استخوانی به رنگ بنفش هستن و در لابه لای مزانکایمال تیشو یا بافت مزانشیمی قرار گرفتن. من بزرگنمایی رو افزایش میدم و با بزرگنمایی 100 مجددا این بافت رو مشاهده میکنید. تیغه های اسپیکیولی استخوان رو میبینید. دور تا دور این تیغه های استخوانی سلول های استوبلاست حضور دارن. این سلول های استوبلاست مستقیما از مزانکایمال سل ها که سلول های بنیادی هستن داره ایجاد میشه. در واقع مزانکایمال استم سلز یا سلول های بنیادی مزانشیمی قابلیت اینو دارن که به بافت های مختلف مثل بافت استخوان، بافت خون، بافت عضله و ساختارهای دیگه تمایز پیدا کنن. بر روی یکی از این اسپکیولا ها من مجدداً بزرگنمایی رو بیشتر میکنم و با بزرگنمایی 400 بهش نگاه میکنم. نور رو هم افزایش میدم تا کیفیت تصویر بهتر بشه. خب در اینجا یه دونه از این اسپکیول یا تیغه استخوان رو داریم. سلول های مکعبی که در اطراف حضور دارن، این سلول ها در واقع استوبلاست هستن. این سلول ها شروع می کنن به ترشح ماتریکس استخوانی و خودشون در داخل این ماتریکس استخوانی قرار می گیرن. لاکونا ها رو شکل می دن. سلول هایی که در داخل لاکونا ها هستن استوسایت نامگذاری می شن و استوبلاست و استوسایت با همدیگه به صورت فعال ماتریکس استخوانی رو ایجاد می کنن. حتی ما همینجا میتونیم یک سری سلول میتونیم یه دونه سلول نسبتاً بزرگ رو ببینیم که هسته های متعددی داره. این یک استوکلاس هست. پس اینجا ما استوکلاس رو هم داریم. میبینیم که سلولی هست که در داخل اون هسته های متعدد هست و کار بازجذب ماتریکس استخوانی رو داره انجام میده و به این ترتیب
با تولید ماتریکس استخوانی توسط استئوبلاست و استئوسایت و بازجذب اون توسط استئوکلاست فرآیند ریمادلینگ استخوان رخ میده و در نهایت ما استخوان‌هایی رو خواهیم داشت که ساختارهای پهن و تیغه‌ای دارن تحت عنوان کرانیال بون یا استخوان جمجمه. خب پس ما دو تا فرآیند استخوان‌سازی، استخوان‌سازی داخل قضروفی که گفتیم قالب قضروفش هایلین رو داریم و استخوان‌سازی داخل غشایی رو با هم بررسی کردیم. دیدیم که در استخوان‌سازی داخل غشایی در ابتدا یک بافت غشایی، یک بافت جلهی شکل از مزانکایمال استمسل ها رو داریم که اونها مستقیم تمایز پیدا می کنن به استئوبلاست ها و در نهایت تیغای استخوانی رو شکل می دن. خب به همگی خسته نباشید عرض می کنم. امیدوارم که اوقات خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.